هیئت امنای بنگاه سخنپراکنی آمریکا بی بی جی ارسال فرکانس های اخلالگر ماهواره‌ای را از سوی ایران خلاف مقررات اتحادیه بین ارتباطات دانسته و آن را محکوم کرد. در بیانی این نهاد بین المللی آمریکایی آمده دور تازه ارسال پارازیت های اخلالگر از دوازدهم مهر ماه و همزمان با اعتراض شهروندان به نوسانات نرخ دلار در ایران بر ماهواره های هاتبرد b بی و یوتلست A25 و A7 آغاز شده و دریافت برنامه های فارسی، گرجی، ارمنی، بوسنیایی، کره و چند زبان دیگر صدای آمریکا و همچنین رادیو فردا و بی بی سی را در مناطق مختلف جهان از جمله مراکش و اروپای شرقی با اشکال مواجه کرده است. پیش از این شرکت ماهواره یوتلسات در وبسایت رسمی خود منبع ارسال این پارازیت ها را در داخل ایران اعلام کرده بود. مرداد ماه امسال رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود ارسال پارازیت های مخابراتی ربطی به این وزارتخانه نداشته و منشأ آن نامشخص است. اما یک روز پس از این اظهار نظر، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این پارازیت ها منشأ داخلی دارد ولی ما نمیتوانیم آن را اعلام کنیم. آقای شهریاری گفته بود وزارت ارتباطات به خوبی میداند که منشأ ارسال پارازیت ها کجاست اما نمیخواهد این موضوع را اعلام کند. منتقدین با اشاره به عدم رعایت استانداردهای علمی و نظارت و کنترل لازم در ارسال پارازیت ها معتقدند این امواج مرموز سرطان اختلالات باروری اختلالات هورمونی و بیماری های از این دست را در پی دارد این در حالی است که قبل از این مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت گفته بود طبق تحقیقات ما پارازیت ها خطری برای سلامتی انسان ندارد پیشتر پرسش نمایندگان دور هشتم مجلس شورای اسلامی از وزرای دولت در مورد مزرات امواج پارازیت بی نتیجه مانده بود. اما در شهری بر ماه امسال نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تصمیم نمایندگان برای پرسش مجدد از دو وزیر ارتباطات و بهداشت خبر داده است. موافقان ارسال این پارازیت ها در ایران اما معتقدند هیچ سند علمی مبنی بر بیماریزا بودن این پرکانس ها وجود نداشته و طرح چنین ادعایی از سوی مخالفان اساسا با انگیزه سیاسی انجام می شود. برخی منابع غیر رسمی و یا مخالفان جمهوری اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل ارسال این پارازیت ها می دانند. با توجه به اوجگیری ارسال پارازیت های اخلالگر همزمان با شکلگیری تحرکات اعتراضی در ایران به نظر میرسد رسد هدف ارسال کنندگان این پارازیت ها در درجه اول جلوگیری از دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه های تلویزیونی خارج از ایران است. پلیس و نهادهای امنیتی ایران سالهاست که با جمعآوری گیرنده های ماهواره و مسدود سازی اینترنتی مانع دسترسی شهروندان به منابع خبری غیر حکومتی هستند. اما رشد روزافزون تکنولوژی مانع بزرگ موفقیت آنان در دستیابی به این هدف بوده است. احمد باطبی، صدای آمریکا.